شرکت بعدی شرکت مختلط غیر سهامیه که ماده 141 قانون تجارت تعریف میکنه شرکت مختلط غیر سهامی یه شرکتیه که از دو دسته شرکا ایجاد میشه حداقل یک شریک با مسئولیت محدود داره و حداقل یک شریک زامن داره یعنی کسی که شرکت با مسئولیت محدود بدونه چیه شرکت تزامنی بدونه چیه شرکت مختلط غیر سهامی هم میدونه چیه در واقع ترکیبی از اون دو نوع مسئولیتی که توی اون دوتا شرکت داشتیم شریک پس حداقل دو تا شریک داریم که یکیش با مسئولیت محدود یکیش شریک زامنه خب اگر این شرکت بدهکار ای بشه و نتونه بدهیش رو پرداخت کنه شریک با مسئولیت محدود مسئولیتش محدود به آورده ای که تو شرکت داره یعنی محدود میشه به همون سرمایه‌ای که وارد شرکت کرده یعنی اگر مثلا 50 میلیون سرمایه وارد شرکت کرده شرکت ورشکست بشه 100 میلیاردم بدهی داشته باشه این شخص فقط اون 5 میلیون رو از دست میده اما در مقابل شریک زامن شریک زامن بدهیهایی که از اموال شرکت پرداخت نشده رو مجبوره که پرداخت کنه مسئوله در مقابل طلبکارها مسئوله که بدهیهایی که از اموال شرکت قابل پرداخت نبوده یا اموال شرکت کفاف بدهی شرکت رو نمیداده اون بخش از بدهی رو این شخص پرداخت بکنه اما شرکت بعدی شرکت مختلط سهامی شرکت مختلط سهامی را ماده 162 قانون تجارت تعریف میکنه میگه شرکتیه که بین یک عده شرکای سهامی یعنی حداقل دو تا شریک سهامدار باید داشته باشه و یک یا چند نفر شریک زامن تشکیل میشه پس حداقل سه نفر رو ما توی شرکت مختلط سهامی داریم حداقل دو تا شریک سهامدار و حداقل یک شریک زامن خب مسئولیت اینجا به چه, به چه کیفیتیه اگر شرکت ورشکست بشه شریک سهامدار فقط سرمایه‌ای که وارد شرکت کرده رو از دست میده و شریک زامن باید بدهیایی که از اموال شرکت قابل پرداخت نیست رو پرداخت کنه یعنی مسئولیت شریک زامن نامحدود هر مقدار که شرکت بدهی داشته باشه که از اموالش نتونه پرداخت بکنه رو شریک زامن مسئول پرداختشه باید پرداخت بکنه یه تفاوت که با شرکت مختلط غیر سهامی داره گفتیم شرکت مختلط غیر سهامی در واقع ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و تضامنیه شریک با مسئولیت محدود اونجا یه نفره اینجا شریک در واقع سهامدار حداقل دو نفرن خب تفاوت دیگه چیه تفاوت دیگه اینه که شرکت مختلط سهامی شریک سهامدار داره یعنی سرمایه‌ای که شرکای سهامدار آوردن توی شرکت تبدیل به قطعات سهام میشه یعنی ورقه سهم بهش تحویل داده میشه اما در شرکت مختلط غیر شریک با مسئولیت محدود آوردش به قطعات سهام تقسیم نمیشه ولی میزان سرمایهش مشخصه حقوقی که برخوردار توی شرکت بر اساس اصولا بر اساس میزان سرمایه‌ای که وارد شرکت کرده تعیین میشه خب شرکت بعدی شرکت نسبیه شرکت نسبی رو قانونگذار در ماده 183 تعریف میکنه شرکتی که برای امور تجارتی بین حداقل دو نفر تشکیل میشه و چیزی که این شرکت رو از شرکت های دیگه تفکیک میکنه نوع مسئولیت شرکاشه نوع مسئولیت شرکا در شرکت نسبی به چه کیفیتیه؟ این اگر شرکتی تشکیل بشه با 100 میلیون سرمایه یکی از شرکا سی میلیون سرمایه آورده باشه وارد شرکت کرده باشه یعنی سی درصد از سرمایه شرکت رو این شخص تامین کرده خب حالا این شرکت ورشکست میشه و وقتی ورشکست بشه این شریک و نتونه همه بدهیش رو از اموال شرکت پرداخت بکنه این شریکی که سی درصد سرمایه شرکت رو تعمین کرده سی درصد بدهی های شرکت رو هم باید پرداخت بکنه قانون میگه به نسبت سرمایه که در شرکت گذاشته سی درصد سرمایه گذاشته بنابراین سی درصد سی درصد از بدهی پرداخت نشده رو تو شرکت هم باید پرداخت کنه در جایی که شرکت ضرر بده و آخرین شرکت از شرکت های هفتگانه شرکت تعاونیه شرکت تعاونی الان در قانون در مورد شرکت های تعاونی قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات 1377 رو داریم اونجا شرکت تعاونی تقسیم شده به شرکت تعاونی توزیعی و شرکت تعاونی تولیدی دو تا شرکت خب مسئولیت هم توی دو شرکت پیش بینی کرده مسئولیت هم توی این شرکت به نسبت هم به اندازه سرمایه ای که شخص وارد شرکت کرده مگر اینکه چیز دیگه ای توی اساسنامه پیش بینی شده باشد مسئولیت بیشتری رو ممکنه برای یک شخص توی شرکت تعاونی پیش بینی بکنن اگر چنین چیزی پیش بینی نشده باشد در شرکت تعاونی مسئولیت یک شخص در, مو... در قبال بدهی های شرکت در قبال طلبکارها محدود میشه به همون سرمایه که وارد شرکت کرده و بیش از اون مسئولیتی ندارد